this sounds insane. This is an insane world. We have to come for them before they come for us. It's that simple. اون بحثایی که چند وقت اینا تو دنیا رو انداختن میخوام خوب دقت کنید. زنده شدن مرده ها تحت عنوان چه؟ زامبی. هر سال 12 اکتبر روز جهانی زامبی هاست. الان چند وقتیه که دارن میگن زامبی ها هم مصابه. کار رو به جای رسون که وقتی شما میسید زامبی تو گوگل، یکی از آفرهای گوگل آپوکالیپسه، آخر زمان. فیلم ساختن او زامبی، هم اسامه هم زامبی. آقای گلنبک میاد در فاکس نیوز میگه مردم این صحنه رو ببینید و ازتون درخواست می‌کنم کلیپو برای همه بفرستید. کماندر ابو سکار قشنگ اون صحنه قلب خوردنشه، میگه اینا همون زامبی. بعد یه فیلم ساختم ورلد وار زد، دقت کنید زامبی‌ها دارن حمله میکنن برن سمت قدس. این سریال ساختش یک سال پیش شروع شد، اما ببینید قضاوت با خودتون. چند نفر توی شهرگی جمع شدن، زامبیا دارن بهشون حمله میکنن. اینجا جمع شدن میگن این زامبیا رو باید از دو تا مسیر هدایت بکنیم بیاریم توی مسیر خاص. مارشال و ریدینگ روز در تقاطع این دو تا خیابون باید این اتفاق بیفته. چه اتفاق؟ در منا 5 راه اصلی برای رفتن به جمرات است که عبارتند از طریق ملک فیصل، شارع الجوهره، سوق العرب، خیابان 204 و خیابان 206. چادرهای حاجیان ایرانی دورترین منطقه به جمرات است، در 3 کیلومتری جمرات. بهترین مسیر برای حجاج ایرانی خیابان 204 و سوق العرب است. اینا که دارن شهر دفاع میکنن از نژادهای مختلفه. شما اروپایی میبینی، سیاه پوست میبینی، درسته؟ بله. اروپایی مومشکی میبینی، زن سیاه پوست میبینی، وسطی چهره شبیه چینی ها میبینی. عمدن تو این قسمت هی روی این تقاطع دو تا خیابون تکیه میکنن. اینها میان تو این فیلم دور تا دور خیابونا رو میبندن و این زامبی ها رو هدایت میکنن به مسیر مد نظر خودش. اونا به صدا حساسن، اینا هی صدا تفنگ درست میکنن که اینا بیان. تمام عموم فیلم های اینا زامبی به صدا حساسه. حالا این صحنه رو اینا همه یه جا جمع میشه که اصلا واقعا یادآور عرفات و یه همچین تصاویر. بعد اینا رو جمع کردن برای اینکه اینا نتونن فرار بکنن. این پایین اگه دقت بکنید دو تا ماشین گذاشته که جلوی اینا گرفته شه و این بالا یه ماشین. حجاج آرام آرام با هدایت پلیس وارد خیابان 204 میشن. از ابتدا ترافیک بود اما روان. 50 کاروان ایرانی در وسط خیابان 204 قرار گرفته بودند. جمعیت در خیابان 204 به گونه‌ای است که حجاج در حال پرس شدن هستند. با این وجود پلیس حجاج را به ابتدای خیابان 204 هدایت می‌کند. عجیب تر این که خروجی 204 با ماشین گارد پلیس تقریبا مسدود شده است. نفس کشیدن برای حجاج سخت شده است. This is how. Where it all starts tomorrow. Tobin gets in the truck, opens the exit, and we're off. He hops out. ببین اینا پشت ماشین گیر کردن. This team of red staying on the west side of the road. اون اتفاق اول. از اون بالا ماشین سقوط. کلی کشته اون زیر اون ماشین که سقوط میکنه. اصل ماجرا جای دیگه است. اونا راهشون باز میشه، حالا دارن هدایتشون میکنن. مثلا فضای یه معدن انتخاب شده که به فضای اون کوههای عربستان اینا شده. اینا رو برای نابودیشون اینا یه ایده دارن. ایدهشون چیه؟ ایدهشون اینه که اینها رو باید تو فضاهای دربسته و سربسته قرار بدن، اینقدر رو همدیگه را برن تا کشته شن. Sounds like a lot.
ببینید اینا میان میخورن به در و دیوار. ببینید چجوری دارن ترسیم میکنن اینا رو، چه شکلای عجیب غریبی میخورن به در و دیوار و کشته میشن. ببینید سرشون میخوره به دیوار میترکه، میرن زیر دست و پا، زیر دست و پا کشته میشن. حجاج به این دلایل، خستگی بیش از حد، قفل شدن جمعیت و تشنگی و دمای بالای هوا، پی در پی از هوش می روند. برخی جان داده و به طور متراکم بر زمین افتادند. در این وضعیت بسیاری شهادت می کنند. صداها رفته رفته ضعیف می شوند. هنوز مجروحان زیادی بر روی زمین. این مهم نیستش که اینا دارن با این کسافتکاری هاشون. مثلا شما 7-8 هزار تا آدم معصوم رو کشتید که هیچ وسیله دفاعی جز حوله نداشتن و آل سعود عامل اجرایی این بود. بگیم آل یهود، خب به معنی واقعی کلمه. انشاءالله ما در آینده نچندان دور نماز جماعت متحد بین شیعه و سنی رو در مسجد الاقصا خواهیم خوند. این سریال ساختش 1 سال پیش شروع شد. بذار بخواهیم.